با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و در این ویدیو راجع به سری خاطراتی که میدونم الان شب عیده، اقلا خاطره براتون تعریف کنم، قصه تعریف کنم. اسمش هم میذاریم بابا چیکار است. من کلاس پنجم و ششم دبستان در یک مدرسه سوسولی در نیاوران میرفتم با نام دنیای کودک و این مدرسه خیلی خوبی بود. نصف روز بعد از ظهر فکر کنم بیشترش انگلیسی بود، درس ها کاردستی انواع و اقسام به ما یاد میدادن، از ساختن آباژور تا ساختن ماسک صورت با مقوا و این حرفا، نقاشی با رنگ و روغن، مثلا باز کردن یه آکاردئون کامل و بستنش که معلوم بشه اون تو چی هست و همه چیز چجوری کار میکنه. خیلی مدرسه پیشرفته‌ای بود. یکی از این چیزهای پیشرفته‌ای شاید بگم مثلا دو تا از این بچه شاپورها، بهزاد و نازک پهلوی، هم مدرسه ما بودن. حتی اینا بچه های شاپور حمید رضا بودن که مغضوب دربار بود. یکی از کارهای جالب این مدرسه که من جای دیگه ندیدم و نشیدم این بود که وقتی کسی مریض میشد 24 ساعت که نمی اومد یه تیمی رو میفرستادن خونش عیادت. البته آدم فکر کنه که از نظر کار خیلی شیک قشنگی بود، ولی اینی که آدم بره عیادت آدم مریض و این ویروس ها رو منتقل کنه بیاد به بقیه کلاس بده، الان که آدم بیشتر راجع به این مسائل میدونه چیز جالبی نبود، ولی موقع این مدرسه ما رسمش این بود و من شخصا سعی میکردم بیشتر از 24 ساعت مریض نشم، چون اصلا حوصله این که اینا بیان عیادتم تو خونه اینا رو نداشتم. یه روز یکی از این بچه‌ها به نام بهزاد مریض شده بود و 24 ساعت هم گذشته بود نیومده بود دیگه، باید میرفتیم عیادتش. من و سه نفر دیگر انتخاب کردن و با مدیر مدرسه و یک دسته گلایول مثل گلدون بزرگ خریدیم و الان آدم حساب کنه کلی قیمت پول گلاب حتی به قیمت اون موقع بوده شاید. خلاصه رفتیم به طرف خونه اینا، خونه‌شون هم اطراف مدرسه تو نیاوران بود. پیچیدیم تو کوچه اینا، آقای بهزاد هم مشغول فوتبال بود با این توپ پلاستیکی‌ها با یکی دو نفر دیگه. تا ماشین مدرسه رو دید فهمید داستان چی ده بود و ده درو رفت تو رختخواب خوابید. به مادرش هم خب نگفت که من الان ماشین مدرسه رو دیدم. مادر تا دید ما رو دعوت کرد داخل و چایی و اینا، بعد گفت بله این بهزاد تب داره، ببینید رنگش چقدر قرمز. و مدیر مدرسه هم خب هیچی نگفت، ما هم هیچی نگفتیم، ولی میدونستیم که رنگ قرمز به خاطر اینکه یکی اینکه زیادی دویده، یکی اینکه از ترس رنگش قرمز شده. به هر حال این از عیادت ایشون بود. حالا این منو به موضوع دوم میاره. موضوع دوم اینه که یکی دیگه از بچه‌ها مریض بود که اون دوست دیگه که مریض بود الان هم هنوز با هم دوستیم. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد، دکترای اقتصاد و آدم بسیار باسواد و یکی از کسانی که زندگی من تحت تأثیر ایشون قرار گرفت. من تا کلاس چهارم دبستان کتابای پلیسی فقط میخوندم، به محض که ایشون رو دیدم، دیدم کتابای آبراهام لینکلن و جورج واشنگتن و کتابای اینجوری میخونه، ما اینجوری خلاصه تغییر جهت دادیم و خیلی به من در زندگی کمک کرد. به هر حال این دوست گرامی یه روز مریض شد و بیشتر از 24 ساعت نیومد مدرسه. گفتن خب میریم عیادتش. رفتیم عیادت ایشون و پدر ایشون سرتیپ بازنشسته‌ای بود که اتفاقا یه فیلمی دیروز توی کانال یوتیوب دیدم راجبشون ساختن که حالا اونو توضیح نمیدم، ولی من به یاد این داستان انداخت که پدر ایشون شروع کرد از بچه‌ها پرسیدن که بابا چیکار است. منم کلا نمیدونم چرا فکر میکردم که اگه بابا مثلا تو ارتش بود، تیمسار بود خوب بود، یا شرکت نفت اگه بود خوب بود، رئیس بانک بود خوب بود، ولی مثلا مغازه دوربین فروشی خوب نیست. در حالی که بابای ما قبلا افسر بوده، لیسانس نظامی داشته، اما شغلش این بوده، یه مدت هم در جوارش مرغداری هم داشته، بر اون ورشکست شده. به هر حال من مونده بودم که اگه از من پرسید حالا من چی بگم، فوتو بگم، مغازه عکاسی بگم، مغازه دوربین فروشی بگم، کدومش یه ذره شیک‌تره به قول معروف. خلاصه همین فکر را بودم که سه نفر اول مورد بازجویی قرار گرفتن، رسید نوبت من. خوشبختانه یه اتفاقی افتاد که بحث اصلا عوض شد و ایشون از من نپرسید. حالا بیاید چند سال بعد من رفتم
دبیرستان خوارزمی. هفتم و هشتم دبیرستان رو در خوارزمی سزاوار بودم، محلش چهارراه سزاوار یه جایی بود. یه معلم فقه داشتیم در این مدرسه، تا کسی درس بلد نبود میپرسید بابا چی کار است. اصلا برای من یه چیز بی‌معنی بود، آقا به باباش چی کار داری؟ اگه یارو درس بلد نیست ربطی به باباش داره؟ مثلا اگه باباش پولدار باشه باید درسش خوب باشه، اگه باباش گدا باشه نباید خوب باشه، یا بالعکس، اصلا چه ربطی داره؟ و من از این موضوع اینقدر لجن میگرفت که خودم رو آماده کرده بودم، چون اینم معلم فقه بود، که اگه گفت بابا چی کار است بگم بابام عرق فروشی داره. اون موقع عرق فروشی هم کاری بود، البته به عنوان بیشتر کالباس فروشی میگفتن، عرق هم در جوارش بود. ما خودمون آماده کردیم که روزی بلد نبودیم بابا ما کالباس فروشی داره. یه پسرم بود تو کلاس ما که این همیشه درس بلد نبود، پدرش پیراهن فروشی داشت. مثلا اونم از اون شغلا بود که ملت توی قبل از انقلاب، میگم موقع ملت توی محافظه‌های دیگه بودن، اصلا به کار شخصی اهمیت نمیدادن. باید میمدیم این طرف آب بفهمیم که آقا اصلا اینجا فقط به کار شخصی اهمیت میدن، کار دولتی داشته باشی اصلا مهم نیست اصلا. و این بابا هی هر دفعه با خجالت با گردن کج باید میگفت پیرن فروشی داریم اونو. اونم یه متلکی آقای معلم فقه که نماینده خداست، یه متلکی می بابا میداخت که مثلا معلوم اصلا همون دیگه، مثلا بابات پیرن فروشی داره که درس بلد نیستی، یه چیزی شبیه. بعد ما این خلاصه ذهن رو حاضر کرده بودیم برای جواب به این معلم به خصوص، در این مورد به خصوص. این هیچ وقت از ما سوال نکرد چون درس رو ظاهرا بلد بودیم. رسید به معلم انگلیسی، یه معلم انگلیسی. من کلا معلم انگلیسی هایی که درس باشون سرکار داشتم یا من خیلی دوست داشتن یا من خیلی لج بودن. اونا که دوست داشتن انگلیسی خودشون خوب بود، میدونستم من سوال عجیب و غریب میکنم جواب میدادم، ولی اونایی که انگلیسیشون خوب نبود از ترس اینکه چرا این مثلا هی از ما سوال میکنه خوش رو نمیاد. این معلم خوارزمی ما از اون جمله بود، از اونایی که ما رو جز ناخاله ها میشناخت. اومد و کلاس آخرای کلاس هشتم بودیم دیگه، میگفت هر کی که امتحان آخرشو میده بره از کلاس بیرون. اول همه گفتش که اونا که داوطلبان دستاشون بلند کنن. من اول همه دستام بلند کردم، این اصلا منو نگاه نکرد، اسم بقیه رو نوشت، بقیه رو نه چیز کرد، منو نگاه نکرد. رسید به جایی که نمیدونم دوباره هر چند وقت میپرسید یا همون بار اول، من گفتم یه پاکت سیگار بدیم امتحان میکنی؟ بهش مطلق گفتم. یارو یه به برگشت گفت بابا چی کار هست؟ گفتم کار میکنه. گفت نه چی کار هست بابات؟ گفتم یه کاری میکنه، بالاخره بیکار نیست. بهت میگم چی کار هست بابات؟ گفتم آقا کار میکنه، یه درآمدی داره، بالاخره ما رو میفرسته مدرسه فلان. این خیلی چیز شده بود که هر جوری شده بپرسه بابات چی کار هست، و منم به خاطر اون که خودم حاضر کرده بودم بگم بابام کالباس فروشی داره، حالا تو این مورد هر چی میگفت ما یه جواب دیگه میدادیم. بعد گفتش که آها فهمیدم بابات قاچاقچیه. گفتم آره چند تا میخوای؟ اینو که گفتم گفت برو بیرون دیگه، ازت امتحان نمیکنم، نمره انگلیسی هم صفر. ما رو انداخت بیرون و ما رفتیم پلوی ناظم مدرسه، گفتیم آقای ناظم این آقا ما رو بیرون کرده خلاصه به این علت. ناظم نمیدونم چی کار کرد، دساتت کرد، قرار شد این مثلا نفر جز آخرین نفر از من امتحان بگیره. ما رفتیم پای تخته، این آنچه که سوال بود از ما کرد و ما همه رو جواب دادیم، یکیش رو فکر کنم جواب ندادم یا شادم همه رو جواب دادم. گفت 17 ولی از این مدرسه میری، سال دیگه بیا اینجا من صفر میدم. ما سال بعد از ترس رفتیم به بابا، ما گفتیم آقا این مدرسه خوارزمی خیلی جالب نیست، من برم هدف 4 جایی که برادر بزرگم اونجا بود. خلاصه ما رو فرستاد هدف، ما رفتیم هدف 4 رو. حالا دو تا داستان موازی در مدرسه خوارزمی، شخصی به نام فراتی بود که شاید به هم بیشباهت نبودیم، همین معلم انگلیسی آقای حمزه ایشونو صدا میکنه، میگه بی پایتخت بریم رو پایتخت شروع کن انگلیسی پرسیدن، اینم نسبتا خوب جواب میده، میگه بشین صفر. آقا من که مثلا بیچارهشو گفتم، میگه مگه من به تو نگفتم سال دیگه این مدرسه نیا؟ یا بابا اون کاشانی بود رفت. خلاصه این از این ور داستان. حالا اون ور قضیه، من خودم رفتم مرز هدف، معلممون آقای طهوری شروع کرد
گفت من اسم افراد میخونم بلندشن که من قیافتشون رو ببینم و آشنا بشیم و اگه قبلا نمیشناسم. رسید به ما و گفت کاشانی بلندشن. گفت برادرت هم همینجاست برادر بزرگتر؟ گفتم بله. گفت اون فرانسه هم بلده؟ تو هم بلدی؟ گفتم نه. گفت این پایتخته. حالا هنوز روز اول ساعت اول هنوز درس نداده، کتابی بود اونم دایرکت متد، فصل هفتمشو باز کن بخون. هنوز فصل اول هم نه، فصل هفتم ما خوندیم. معنی کن، معنی کردیم. گو حالا دیکته بهت میگم بنویس. یعنی این میخواست یه جوری از من یه ایراد بگیره، ما ایراد بهش نمیدادیم. شروع کرد هی اینو گفت اونو گفت، آخر فکرش دید که بهش میگم تیری یا تری. این اگه گفت نوشت سه، من میگم نه منظورم درخت بود. اگه نوشت درخت، من میگم نه منظورم سه بود. و همین هم شد. گفت تری، ما بودیم این تری کدوم رو بنویسیم؟ خواستم بشیم مثلا درخت. گفت نه بشین نمره، یه نمره خیلی پایین تک، نمیدونم چهار هفت یه هم چیزی. ما رو میگی هاج و واش. هم روز اول اومدیم مثلا خوش آمدگویی شده تو مدرسه شون به ما مدرسه، یه معلم انگلیسی در رفتیم یه معلم انگلیسی دیگه افتادیم. آخر کلاس رفتم پلوش آقای تواری، شما که هم درس ندادیم کجا باید اینا رو بدونم؟ گفت بشی مسئله چیزه، میخواستم چیز نسق بگیرم، تو معلم انگلیسیت خوبه. گفتم خب این نمره کمه چی میشه؟ گفت بازم صدات میکنم حتما نمره خوب میگیری، با هم جمع میشه تبدیل بدم فلان میشه. حالا بچه های دیگه بدبخت ترسیدن بودن، این که اینقدر انگلیسیش خوب بود بهش داد نمره نمیدونم چند، دیگه ببینیم مثلا ما تکلیفمون چیه. خلاصه اینم از نسخ گرفتن و داستان بابا چیکاره است که ما همیشه روش حساسیت داشتیم. هر معلمی از شما پرسید بابا چیکاره است، بگید به تو چه. واقعا به کسی بهش کسی چه با... اصلا چرا من قضاوت میکنی با بابام؟ من چه رفتی دارم که به بابام مثلا بابا چیکار داره؟ واقعا من زباله گرچه میگم زباله جمع میکنه، چه ایرادی داره؟ اینه که این هم از این داستان گفتم براتون بگم که داستان بابا چیکار است. خلاصه تجربه ما با بابا چیکار است به اینجا کشید. خوب و خوش باشید به همراه فش فشه.